سلام میکنم به خواهرمون فروانه از فرانسه. بفرمایید، خواهش میکنم. سلام به شما، برادر کلانه، به همینطور سلام و درود به همه برادران و خواهران گرامی در اشرف سه و هزاران درود به شهدای 19 اردیبهشت در سال 61. برادر کلانه، من خواستم یک خاطره کوچیک رو از اون سال تعریف کنم که خودم در بند 240 پایین اوین سال 61 بودیم. به واقع این روزها روزهای فراموش نشدنی در تاریخ مقاومت ایرانه و روز 12 اردیبهشت هم همینطور بود برای تمام ما و این روزها که توی سیماس یاد بود و گرامی داشتش پخش میشد، واقعا هر سال آدم احساس میکنه که یک چیز تازه از این شهدا دیده میشه و برای من که خیلی واقعا سراپا به گوش بودم، به خصوص که برنامه مال سال، یعنی سال گذشته داشت پخش میشد، خواهر مریم بودن توی جلسه، من سعادت و سرفرازی اینو داشتم که به هر حال سه تا از خواهران مسئول از شهدایی که مال 12 اردیبهشت بودن از مسئولین من بودن. بله، متاسفانه خطشون قطع شد. امیدواریم که بتونن ارتباطشون رو برقرار کنن. بله، نان بریدن با سر بریدن در شرایط امروز میهنمون فرقی نداره. این حرفیه که کارکنان شرکت ملی حفاری ایران از اهواز میزنن که در این شرایط وخیم بحران کرونا و در بدترین شرایط معیشتی کارگران و زحمتکشان اخراج شدن. این اخراج هیچ تعریفی نداره به جز همونی که کارگران گفتن، یعنی بریدن سر کارگران. این اخراج در حالی است که به اصطلاح سخنگوی قوه قضاییه رژیم آخوندی به نام این دشخیمی به نام اسماعیلی با اشاره به گرامی داشت روز کارگر اعتراف میکنه که کارگران حق بزرگی بر ما و جامعه ما دارند و مشکلات معلمان و کارگران با شعار دادن و با نان خوردن از سفره کوچک کارگر تامین نمیشه، بلکه این نمونه ای از ظلم به کارگران و معلمان هست. اعتراف خود کارگزاران رژیم. تصاویری از کارگران حفاری ایران رو میبینیم در اهواز، بعد برنامه رو ادامه میدیم. 99 اخراج نیروهای بچهای ملی حفاری که در این شرایط کرونا مجبور به تجمع شدن و سلامتی خودشون بزنن. به هیچ کس حاضر به پاسخگویی اینها نیست. ما تقاضا داریم که به درخواست ماها برسن. به هیچ کس حاضر به پاسخگوییشون نیست که در این شرایط کرونا مجبورن به تجمع واسه حق زن بچه هاشون. بله، اطلاع دادن که تماسمون با خواهرمون پروانه از فرانسه برقرار شده. مجددا سلام عرض میکنم. بفرمایید، خواهش میکنم. سلام، برادر کریم ببخشید، خواهش میکنم، وقتتونم میگیرم، ولی هدفم از این خاطره اینه که واقعا بگیم که به دنیا و به مردم که روزهای فراموش نشدنی در تاریخ مقاومت چیزی نیستش که بخواد رژیم با بگیر و ببندها که ایجاد کرده از ذهن مردم بره. اون روز ما توی هواخوری که داشتیم قدم می‌زدیم و ساعت هواخوریمون بود توی 12 اردیبهشت، بلنگوی بند روشن بود که از پشت بلنگو داشت اخبار ساعت 2 رو می‌داد که گفتن که توی یکی از جملاش گفتش که در پی ضربه به خونه های تیمی اینا که همینطور بچه‌ها سکوت محض همه جا رو فرا گرفت و همه در سکوت مطلق، دیگه هیچ کس نه قدم میزد و همه ای که از بند بالا بود هم شنیده نمیشد و همه در مات و مبهوت بودن که چه اتفاقی افتاده و به محض اینکه اسامی خونده شد، خب همه پر از اشک و اون حزنی که واقعا هر کدوم از بچه ها داشتن توی اون لحظه فرو رفتن و به خصوص وقتی که خب کسایی که با اون افراد آشنایی داشتن یا رابطه‌ای داشتن، که برای من خودم خواهر عزیزم، خواهر مجاهد زکیه محدث که واقعا یکی از خواهران، واقعا نمیدونم چجوری بگم، که برای من یک الگو و یک سمبول بود از
تمام این سالها که خب واقعا هر کدوم از بچه های مجاهد خودشون یک ویژگی های خاصی دارن، خواهر سکی هم همینجوری بود و همطور خواهر عزیزم اقدس تقوی و وجیهه عبادی که از مسئولین دانش آموزی در جنوب تهران بودن. هیچگاه این شهدا از ذهن مردم ایران، هیچگاه از ذهن تمام این هوادارا فراموش نمیشه و همیشه و برای همیشه در قلب ما هست و ما اونها رو به عنوان یک اسطوره و سمبل در مبارزه و در تمامی این خط مشی خودمون اونها رو الگو قرار میدیم. من میخواستم براتون بگم که در مورد تماسایی که داشتم، یکی از تماسایی بود که کسی که خودش توی پاستور کار میکرد در جلساتی که داشتن مرتب این بوده که توی این قضای آمار ارقامی که گفتن مرتب که دستکاری میکنن، هدفشون برای اینکه روز قدس رو برگزار کنن و مردم به قول خودشون که مردمی که نمیرن همون تعدادی هم که دروبر خود رژیم هستن نترسن و به خیابون بیان. باز تو هم مورد پزشکا اون کادر درمان یک سریشون استعفا دادن به خاطر اینکه تحت فشارهای شدیدی هستن از طرف رژیم و میخوان که خود اون آمار ارقامی که اونها میخوان و یا خبرهایی که هست اونها مثلا درز نکن از داخل بیمارستان به بیرون، به خاطر همین اونها استعفا دادن و رفتن با وجود اینکه خب خیلی اصلا کادر پزشکی و کادر درمانی کمبود هست. مورد دیگه بودش که کسی که مریض شده بود به خاطر قلبش و رفته بود به بیمارستان هزار تخت خواب مراجعه کرده بود، گفته بودن که اگه بخوای بخوابی توی اتاق همینجا که این بخش ما کرونایی هم داریم، تو اتاقایی که هم مریض های عادی هستن و هم کرونایی، که این بنده خدا اصلا دیگه فرار کرده بود مدود از بیمارستان بیرون در شرایطی که خود روحانی کذاب میگه که ما تخت خالی داریم و هیچ مشکلی هم نیست. باز مورد دیگه بوده که توی تماس با که داشتم کسی که خودشون توی آموزش و پرورش کارمند بودن دو ماه بوده که حقوق نگرفته بودن. باز یکی از تماس های دیگه که یک خانواده‌ای که خودشون خب به هر حال تا حدودی زندگیشون میچرخیده از دوستانشون اومده دم در و ازش کمک خواسته، کمک مادی خواسته به مبلغ 2 میلیون، گفته که من علنگوامو میدم که تو اینو مثلا بگیر به من 2 میلیون پول بده که من بتونم مثلا بچه‌مو ببرم دکتر و احتیاج به یک مثلا پزشک و نمیدونم کار درمانی داره و اون طرف مثلا خودش روش نشده بوده که حتی این علنگو اینا رو بگیره، بهش 2 میلیون پول داده بوده. حاکی از این بود که تمام مردم حتی اون زندگی متوسطی رو هم که داشتن از دست دادن و فقر شدیدی در سطح جامعه است و روز به روز هم داره بدتر میشه و این چیزایی که خود مردم، یعنی افرادی که خودشون تماس مستقیم داشتن، اینا رو تعریف میکنن و واقعا چیزی که الان بر جامعه حاکمه همین ترس و وحشتی که الان خود مردم دارن از این اپیدمی که دوباره توی همین ماه اردیبهشت فرا گرفته و هیچ کاری هم رژیم برای مردم هم انجام نمیده و همه هم داره میکشونه به خیاب. در هر صورت من چیزی که واقعا فکر میکنم تنها راهش همون راه سرنگونی رژیم، تنها راهش همین کانونهای شورشیه که در پی این مدت عمل کردن و انجام دادن و همه مردم در انتظار همین روز، روز آزادی هستن بر علیه این ویروس ولایت مبارزشون ادامه میدن تا سرانجام برسه. من بیش از این مزاحم وقتتون نمیشم، با تشکر فراوان از تمام تلاش ها و زحماتی که برای افشاگری این ویروس ولایت در طی این مدت انجام میدیم. ممنون ازتون. تشکر. متشکریم از خبرهایی که مطرح کردید و ما رو و بینندگان عزیزمون رو در اشتراک گذاشتین با خبرهایی که از میهنمون داشتین در رابطه با شرایط فعلی. بله، همونطور که گفتین آثار و نتایج این رژیم چیزی جز فقر و فاقه و گسترش بیماری نیست و تنها چارش هم همونه که
شما اشاره کردین. با تشکر از شما. بله، تمامی توانها و امیدها و خشمهایی که در دوران کرونا در دلها و قلبها فشرده شده به زودی گل خواهد داد. این پیام همبستگی آقای مایکل کوپر، نماینده پارلمان کانادا، به مردم ایران در شرایط فعلی و در بحران گسترش بیماری کرونا است. آری، مردم ایران دوستان بسیاری در سراسر جهان دارند، وجدانهای بیداری که از طریق مقاومت ایران و هواداران فعال مقاومت در کشورهای مختلف ایران و دردهاشو شناختن و در همه سختی‌ها پیام امید و همراهی به مردم ایران میدن. به این پیام توجه فرمایید. I'm Michael Cooper, a member of the Canadian Parliament. COVID-19 has presented many challenges throughout the world, but I know that it has had a particularly devastating impact upon the Iranian people, a situation that has been made worse due to the corruption and incompetence of the regime, a regime that has systematically sought to cover up the degree to which Iranians are suffering. However, the world is watching and taking note. My thoughts are with all of the Iranian people who are suffering at this time of COVID-19. As challenging as it has been, and despite the challenges that lie ahead, I know that the strength and resiliency of the Iranian people will result in this passing. And I further wish to convey to all of those Iranians who are seeking to live in freedom and democracy and who wish to see an end to the 41-year nightmare of this regime, not to despair, that all of that momentum that had been building at the end of last year and the beginning of this year will once again flourish. And please know that for all of those Iranians in your brave quest for freedom, that you have many allies around the world who are in your corner, on your side, including here in Canada. با تشکر از آقای مایکل کوپر، نماینده پارلمان کانادا، از دوستان مردم و مقاومت ایران.